در روز محاکمه بعد از مؤذن فوت میکنه، میره در محاکمه دنیا بالا. اونجا اینا درباره قضاوت، درباره عمل قضاوت میکنن، محاکمه میکنن و مصباح اینکه کرده اینا رو معاینه میکنن، چه مصباح چطور انجام داده و من جمله برخه های این شخص را که در عمر خودش گفته اینا در بررسی میکنن و بهش مزد میدن. یه نفر دیگه میاد به اون شخص دوم، برای هر برخه گفته 1000 برابر این اولی مزد میدن. تعجب میکنه چی شد، چرا من یک واحد مزد، این شخص دوم 1000 واحد؟ مگه اینجا تبعید نجات اینجا هم هست، تبعید نجات اینجا موجوده، چرا من یک واحد این 1000؟ بله، این شخص 1000 واحد میگیره. برای چی؟ درست اقدام برخواه گفته برای برخواه، ولی این شخص موقع برخواه میگفته برخواه را با کمانا، با نیت، با خلوص نیت، با خوشحالی، با اتماشم را تک میکرده، با نیت کرده. البته برای سخت بودی که فکرش را متمرکز بکنه، تمرکز فکر برای این سخت بوده، بابده این به خود فشار و فشار فشار سن برخواه را گفت. ولی تو همطور هرچی برخواه هرچی شد شد و برای هیچ فشار به خودش فشار نیاوردی، به خودت سختی ندادی تا برخواه بگی، اصلا نیت نکردی، برای این تو یک واحد میگیری این 1000 واحد میگیری. ببینید چقدر فرق میکنه برخواه بدون نیت یا به نیت، این فرقش خیلی زیاده. و برای انسان خیال نکنه که خب بالاخره برخواه میگه، حالا این کم نیت بکنه نکنه چی میشه، چه نه، خیلی فرق داره، فرق خیلی زیاده، شاید 1000 بیشتر، شاید 10000، شاید 100000. اینا این مثل چی بونه؟ مثل الماس. الماس یک گرات باشه، گرات هر گراتی چقدره؟ 1/5 گرمه. یک گرات باشه مثلا فرض کنیم این قیمتش 200 دلاره. اگر 10 گرات باشه چقدر میشه؟ 2000 دلار؟ نه، 20000 دلار. 100 گرات میشه چقدر میشه؟ میشه 20000 دلار؟ نه، میشه 2 میلیون دلار، 5 میلیون دلار. 5 میلیون دلار؟ اینکه این یک گرات شد 200 دلار. 100 گرات چقدر بعد از 20 دلار شد 5 میلیون دلار؟ چرا؟ چون هرچی بزرگتر میشه برده بیشتر میشه. همطور برخواه ها، این برخواه بدون کیت، بدون نیت و اینا، بله مزد داره، بله خب برخواه گفته، ولی این چی میشه؟ مثل یک گرات الماس. یکی که با نیت بگه و با خوشحالی و با شادی و با تمرکز و با نیت کردن اطمینانشه میشه 100 گرات. نه، پتی میشه 5 میلیون دلار. این بیشتر، این ارزش خیلی میره بالا. اینطوره. همینطور هر میسایی، در فقط برخانی، در هر میسایی اینا در دادگاه بالا چطور محاکمه میکنن، همینطور اینا را هر میکنن، میبینن که حد اقل یک میسوای که انسان انجام میده چیه. حد اقل مثلا فرض کنیم میسوای تفیلین، اینا حد اقلش اینا حساب میکنن مثل 1 گرم. حد بابا هر چه بیشتر انسان در تفیلین نیت میکنه و بیشتر دقت میکنه و بیشتر فکرش از ملحق میکنه به تفیلین، بعد از انصراف فکر از تفیلین خودش را خودداری میکنه، از انصراف فکر از تفیلین خودداری میکنه و فشار میاره که برای تفیلین نیت بکنه، این ممکنه که این مدش بشه 10000 برابر. 10000 برابر این کسی که فقط تفیلین گذاشته و نیت نکرده و فکرش جای دیگه بوده، این شاید 100000، شاید 5 میلیون برابر. خیلیه. برابر این انسان بدونه که این دنیا میان 100 نفر در یه بدکنت تفیلا میخونن، ما چه خیال میکنیم؟ خب همچون تفیلا گذاشتن، همچون سیتی دارن، تفیلین گذاشتن، تفیلا میخونن، یکیه؟ نه، یکی نیست، به یکی بیدن یه واحد مال، یکی بیدن 5 میلیون واحد. این کجا؟ این کجا؟ مگر این مگر فرق چیه؟ این همچون تفیلا گذاشتن، ولی این که تفیلین گذاشته و تمام تفیلا خودش راه مرتب فشار داره که نیت بکنه و فکرش از تفیلین منصرف نکنه و
مرتب درباره تبریم فکر بکنه، این به این مزد 5 میلیون برابر، 5 میلیون برابر اون کسی که اصلا هیچ نیاد نکرده، همطور گذاشته با هر چی شد شد، بعد فکر کرد کرد، هیچ اصلا به خود فشار نمیاره، همطور انجام میده. بعد ببینید چقدر فرق میکنه. بعد ببینید ما بعد اینجا یاد بگیریم که این نیت کردن چقدر ارزش تپیلا یا برخا یا میسورا میبره بالا، خیلی میبره بالا. هم تو گفتیم بدون نیت میشه یک گرات، با نیت و با ترس و با هی نمیشه صد گرات، میشه 200 گرات. الماس چقدر ارزش بیشتر میشه، خیلی. برای انسان این هم در نظر داشته باشه و این در هر میسایی که انجام میده تمام سعی خودش بکنه که تمام شرایط این میسفر انجام بده، هرچی بیشتر بده. انسان نمیتونه بگه من 100% میتونه، نمیشه 100% نمیتونه، چون انسان ما انسانه و انسان غریزه بد داره، انسان افکار مختلف داره و 100% نمیتونه. ولی خب هرچی بیشتر بهتر. اگر 100% نمیتونه 80% نمیتونه 50% 40%، ولی نه که هیچی. و خیلی مهمه. حالا درباره برخات هم بگیم که اگر انسان برخای میوه خورده، میوه مثلا انجیر، انگور، انار، خرما اینجا خورده و میوه زمینی خورده مثل گرمک، اندبانه، موز، باید چه کار بکنه؟ آیا این برخای الهائد، این برخای برنباشت سایر میباره معاف میکنه یا نه؟ این موضوع اینه که در این یک شک و تردید است، آیا این برخای الهائد، این برخای آخری گرمک اونچه را معاف میکنه یا میکنه؟ همینطور اگر نسان اندازه یک ربعی یعنی آب انگور نوشید، الگفن میگه و میوه در میوه زمین خورد، در این الگفن اینم شک هست آیا این برخای آخر گرمک و هندبانه و اینا را ما کنه یا میکنه. همطور انسان اگر یک کذایب میدونات خورد، نانشیرینی خورد، کیک خورد و کذایب میوه زمینی، انگور، انجیر، آیا این علم یا این یا همطور حتی میوه درختی اگر انسان سیب خورد، گلابی خورد و همطور کذایب میدونات خورد، آیا علم یا الگفن این برخای آخر میوه را چه میوه درختی چه میوه زمینی را معاف میکنه یا نمیکنه؟ اگر همطور گفتیم اگر انسان میوه درختی از پنجگانه انگور، انجیر، خرما یا زیتون و انار خورد و میوه درختی خورد، گفتیم که برخه برشون نداره، فقط علائت عمل معاف میکنه. ولی موضوع اینه که اگر انسان درخت میوه زمینی خورد و میوه زمینی و میوه درختی انجیر، انگور، خرما، آیا این معاف میکنه یا نه؟ همینطور اگر کذایب میدونت خورد، برای بعید یا نوشید، همینطور کذایب میوه درختی یا میوه زمینی خورد، آیا برخای الگفن ارمحیا این معاف میکنه؟ برای آخری میوه درختی یا زمین معاف میکنه این میکنه؟ ولی در این صورت باید چکار بکنه؟ اول برخای ارمحیا الگفن یا الهایت را بگه و نیت کنه که من با این برخا نمیخوام برخای آخری میوه درختی یا زمین را معاف بکنم، نمیخوام، بعدا میخوام برپاشت بگم. در این صورت برخای بگه ارمیا علایت برای بگه علاقه من بگه، بعد برای میوه زمینی که با انگور یا انجیر یا خورده یا میوه زمینی با کذایی مزونات خورده یا با ربعیت یا این خورده، این برخار برخای عبار بشد بگه و در این صورت این از شک و تردید خارج میشه. از برو